به نام خدا. سلام خدمت همه شما بیننده‌های عزیز و ارجمند، امیدوارم که حال شما خوب باشه. خوش آمدیم به گزارش ویژه ما از فرهنگسرای بزرگ استاد عبدالواحد بهره، و امروز میریم به سراغ یکی از شخصیت‌های بزرگ فرهنگی هرات و با اونا هم کلام میشه. میریم به سراغ استاد ولی‌شاه بهره، نویسنده، شاعر و رئیس اسبق ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات، و در مورد مسائل فرهنگی بیشتر هم کلام میشیم با اون. پس با ما همراه باشید. قسم که در آغاز برنامه گفتم، در کنار استاد ولی‌شاه بهره قرار داریم که اصلا قرار گرفتن به کنار حضرت استاد خود افتخاریه و جسارت بزرگی، گرفتن مایک در کنار یک سخنور بزرگ هرات که همیشه یکی از الگوهای خودمه بودن، سخنرانی هایشان، ادبیاتشان و زحمات زیادی که در طول تاریخ برای هرات باستان کشیدن. جناب استاد سلام، وقت شما بخیر، سپاسگزارم که وقت گذاشتیم و پذیرفتیم ما. ما کمال سپاس را دارم از ذره پروری شما، حق شناسان این شهر، که واقعا با بذل همت فرهنگ دوستانه شما به سراغ مراجع و مراکز میرین که این مراجع و مراکز آینه دار توانمندی ها و غنامندی های تاریخ فرهنگ پرشکوه شهر و کشور ماست. سلامت باشیم. در آغاز یک معرفی داشته باشیم از این مجموعه خیلی زیبا، از این گنجینه بزرگی که شما همت گماشتیم و زحمت کشیدیم و یک معجون زیبای فرهنگی، تاریخی و یک تلفیقی از شخصیت‌های مختلف هرات شما در اینجا گردآوری کردیم. ایده از این از کجا شد و بعداً میریم خود شما بخش‌های مختلف می‌بینیم و توضیحات شما رو می‌شنویم. به توفیق پروردگار به گرامی داشت از 120مین سال روز تولد استاد عبدالواحد بهره، که بنیانگذار فرهنگ و معارف نوین هرات در عصر امونیه در پهلوی علامه صلاح‌الدین سلجوقی بودند، توفیق حاصل شد که به تأسیس خود فرهنگسرای بزرگ آموزشی فرهنگی و پژوهشی استاد بهره ما بذل همت بکنیم. 32 نفر هیئت رهبری ما واقعا مایه افتخار نه تنها شهر ما بلکه کشور ما هستند، که از جمله 25 نفر سند دکترا دارند و اینا رهبری میکنند فرهنگسرا را، و ترتیبی که از نام فرهنگسرا پیداست و در مندرجات اساسنامه جایگاه داره، این فرهنگسرا آموزشی فرهنگی و پژوهشی است. به توفیق پروردگار حرکت را آغاز کردیم که همه ارزش ها را به گونه شناسایی کردیم، به گونه گردآوری کردیم که گرچه کامل نیست اما آغاز خوبه هست. آغاز خوبه هست که از هر ارزش ما در اینجا خواستیم که نمونه سازی بکنیم و او را به نمایش بگذاریم، که هر افغان با عزت وقتی وارد خود فرهنگسرا میشه خود در این آینه ببینه و خود وارث و مالک ارزش ها بدانه. بسیار عمالی، کار بسیار ارزشمند انجام دادیم. خب از اینجا شروع کنیم، از این صحنه ای فرهنگسرای زیبا شروع کنیم، از توضیحات آرامگاه‌های مختلفی از شخصیت‌های بزرگ هرات که از مولانا صاحب جامی شروع میشه تا آرامگاه حضرت پیر هرات خواجه عبدالله انصاری. بله، با کمال افتخار و با کمال جرأت و گردن بلند اعلان میکنیم که موجودیت 870 بنای تاریخی بر شان و شکوه و اعتبار این شهر تاریخی بیفزوده، که هرات پس از یونان و روم سومین شهر باستانی هرات ثبت اوراق زرین یونسکو بود در گذشته، و تلاش ها هم جریان داشت و جریان انشالله خواهد داشت که هرات در لیست میراث‌های جهانی قیدیت پیدا بکنه، که متاسفانه عدم هماهنگی دولت مردان و ارگان‌های مرتبط به هم باعث شد که این پروسه به تأخیر بیفته. اما ما امیدواریم نظر بزی که حق هرات است که هرات بعد در یونسکو و در خود لیست میراث‌ها ثبت بشه. تصاویری که شما می‌بینیم حوض تاریخی ملک است پیش روی قلعه اختیار الدین با سبک اصیل خود معماری هرات،
پل تاریخی مالان است که در جهان از شهرت و اهمیت خاص برخوردار هست. آرامگاه حضرت مولانا عبدالرحمن جامی که احیاگر و بازتاب دهنده طریقی عالی نقشبندی در سطح جهان است با عالم عرفان و شاعر نویسنده و پژوهشگر و عالم بزرگ دوران تیموری. آرامگاه فیض آثار حضرت شیخ الاسلام عبدالله الانصاری و لهیروی قدس الله سره العزیز است که به دست توانمند شاهرخ میرزای تیموری در اوایل قرن 9 چی شده سنگ تداب گذاشته شده. و آرامگاه حضرت ابوالولی در راوی که این افتخار بزرگ است که امام بخاری معروف ترین محدث عالم اسلام است، اما امام بخاری با آن مجد عظمتی که داره شاگرد مکتبخانه تربیتی حوزه حدیث برای خود حضرت احمد بن ابی رجا یا ابوالولی در راوی هست. بسیار خب، یک پرانتز وا میکنم حضرت استاد. خواجه عبدالله انصاری من چند خبر دیدم واقعا شوکه شدم. بعضی از وبسایت ها نشر کرده بودم که گویا شاعر ایرانی هست، مانند مولانا جلال الدین محمد بلخیر که میگم شاعر ایرانی هست. همین اختلاف نظرها ریشه های در کجای؟ آیا واقعا خواجه عبدالله انصاری زاده خود هریوا هست یا ایران؟ از یک جهت وقتی میبینیم میتونیم بگیم که خواجه عبدالله انصاری و جومی و سایر بزرگان اینا از مشاهیر بزرگ ایران هستند. چرا؟ چون ایران افتخار داره به تاریخ پرشکوه خراسان و کهن، و هرات افتخار ازیر داره که پایتخت فرهنگی و مرکز خود اداره و رهبری خود خراسان و کهن بوده. یعنی هرات امروزی یا هرات دیروزی مرکز فرهنگی خود رنسانس شرق بوده و معلومون نگین خراسان بوده که این ارزش ها متعلق به خود هرات است. اما از بس هرات مجد و عظمت و شکوه و اعتبار داره، تا به امروز هم شعرا و ادبا و بزرگان کشور مثلا در اکثر جا برام شاعر ایرانی معرفی میشن. باز یادآوری میکنم که مرکز خراسان و کهن هرات عزیز بود. وقتی جایی که پایتخت باشه، جایی که به اصطلاح مرکز باشه، دیگه تمام همو افتخارات محیطی متعلق به خود مرکز میشوه. هرات الحمدلله از شان و شکوه و اعتبار در سطح جهان برخوردار هست. پس در نتیجه خواجه عبدالله انصاری شاعر هرات و افغانستان. حضرت خواجه انصار از سلسله تابناک خاندان ابو ایوب انصاری است که و میزبان خود هجرت پیامبر هست، فرزند خود ابو منصور هست و آفتاب جهانتاب عرفان اسلامی است که هم مفسر هست، هم محدث است، شاعر است، نویسنده است و شخصیت است که بنیانگذار نثر مسجه در زبان فارسی هم به این نام به جهان چی شده؟ شناخته شده و معرفی شده. بسیارم عالی و توضیحات کاملا جامع. و یک نکته بگم که جناب استاد بهره نویسنده کتاب نگین خراسان هستند که یک اثر بسیار ارزشمندیه. عزیزایی که علاقه دارن که در مورد خراسان بیشتر مطالعه کنن حتما اون کتاب را مطالعه بکنم. خیلی کوتاه این دارم توضیح بدیم که انشالله وقت برنامه تقاضا میکنه بریم داخل را ببینیم. خود تصویری که شما میبینیم از فضا عکاسی شده که مسجد جامع تاریخی بزرگ هرات است که یکی از جمله معابد و مساجد معتبر جهان اسلام هست. بر روایت از تاریخ پس از مکه معظمه، پس از مدینه منوره و پس از مسجد اقصی، چهارمین مسجد تاریخی و با ارزش جهان اسلام هست. قلعه اختیاردین امروزه که به نام قلعه یا مرکز فرهنگی خود شاهرخ میرزای تیموری یادآوری نام داشت و این قلعه به نام قلعه اسکندر مقدونی بود در 331 قبل از میلاد. و همچنین قلعه در اصل به نام قلعه شمیران است که شمیره قهرمان دختر هرات 3000 سال قبل سنگ تهداب اولین دژ مستحکم تدافعی هرات را برای کوپایه ها میگذاره که به نام قلعه شمیره در تاریخ ثبت است که در حمله اسکندر تخریب میشه و اسکندر دوباره سنگ تهداب میگذاره و امروز از جمله افتخارات هنر معماری خود هرات عزیز هست. گنبد تاریخی گاورشاد که آرامگاه گاورشاد و بایستانغور میرزا است، به عهد خود شاهرخ میرزا در زمان خود حیات گاورشاد ساخته شد برای خود دفن از او. و قبل از دفنم یک موزه بوده و یک به اصطلاح نمایشگاه دائمی آثار خطاطی و خطاطان و میناتورست ها بوده. و منار جام هم شما میفهمیم که در حوزه خود هرات از ارزش و جایگاه خاص برخوردار است که در زمان سلاطین خود غور یا غوری احداث میشوه، مانند انگشت شهادت تاریخ غنامند غوری ها افتخار آفرینی دارد. بسیار عالی که متاسفانه فعلا هم در وضعیت خوبی نیه. انشالله که چند روز پیش عکس هایی دیدم که واقعا تکان دهنده بود. انشالله که توجه بشه به منار جام و از این وضعیت اسفبار بیرون بشه. خب ما افتخار داریم که در فرهنگ سرای بزرگ استاد بهره ما 5 گنجر
با اقتباس از پنج گنج که ما از کتاب‌های به اصطلاح مقدس مدرسه ماست ایرما الهام گرفتم و پنج گنج ما شامل گنجینه خود استاد عبدالواحد بهره است، گنجینه هرات باستانی است، گنجینه استاد عبدالعزیز مردان است، گنجینه خود مردم هست و گنجینه افغانستان که اول ما وارد خود گنجینه استاد عبدالواحد بهره میشیم. خواهش میکنم بفهم. خب داخل گنجینه استاد بهره شدیم و توضیحات جناب استاد میشنیم. در قسمت اول زندگی نامه خود استاد هست، عکس‌های تاریخی دوره های پربار و دوره هایی که با خدمت به خلق الله بوده توامیت داره و یکس تقریبا 91 سال قبل است وقتی گناه عازم سفر حج شریف بودن. مدال هایی که شما بینیم از جمله 7 مدال 4 مدال باقی مونده که مدال اول مدال طلای صداقت است، دوره هفتم چون اینا وکیل هرات در پارلمان بودن که معروفترین دوران تقنینی افغانستان هست، مدال دومی مدال معارف افغانستان است که به سال 1301 توسط علامه سلجقی از طریق امان الله خان برای خود پدرم اعدام میشه چون میرون گذار فرهنگ و معارف نوین هراتن با ابتکاراتی که داشتن، و مدال سومی مدال فرهنگ افغانستان است که در عهد عبدالله خان ملکیار توسط اعلیحضرت محمد ظاهر خان پادشاه مرحوم افغانستان اعدام میشه، و از اینکه پدرم اولین مدیر عمومی یا رئیس سرمولی استیناف بودن شاه محمود خان صدر اعظم مدال رشتین یا صداقت را با 40 جریب زمین برای استاد تقدیم میکنه. 40 جریب زمین هنوز است؟ 40 جریب زمین با یک عالم افتخار ما به فروش رساندم و کتاب استاد را چاپ کردم. بسیار عالی، بسیار عالی. فرمانی که شما میبینیم به امضای خود اعلیحضرت مرحوم محمد ظاهر خان است به سال 1338 که پدرم وقت مدیر عمومی هرات بودن که مدال برشنا اعطا شده، فرمان علامه سلجقی به سال 1300 که پدرم صفت معاون معارف را تعیین میشن، نظام نامه خود معارف در سال 1300 یعنی 101 سال قبل، فرمان اعطای خود مدال امیر امان‌الله خان برای استاد، فرمان اعطای خود مدال صداقت در دوره هفتم شورای ملی برای خود استاد بهره، بزرگان افغانستان 80 سال قبل به شمول عبدالرحیم خان واحد، علامه سلجوقی، عبدالله خان ملکیار و استاد بهره در عکس بالا شما میبینین، و این عکس تقریبا 70 سال قبل بزرگان هرات بودند که در داخل خود ریاست دادفرهنگ عکاسی شده. این عکس جالب است که پدرم 72 سال قبل با این لباس به داخل خود پارلمان بودند، یعنی وکلای شما باید کلاه سیاه می داشتن، یک انقاق سفید، درشی سیاه و کفشم به اصطلاح رنگ شوتوری. این وکلای پارلمان هستم تقریبا 72 سال قبل. با این تیپ بودن؟ با این تیپ. حضرت سبقت الله جان مجددی که پیش پدرم اونا درس می خوندن به سال 1336 عکس یادگاری دارن به خود هرات، نامه قلمی مرحوم محمد ظاهر خان پادشاه افغانستان به سال 1330 که از پدرم به عنوان وکیل مبتکر هرات و با حفظ امانت و صداقت یاد میکنه و برای مردم هرات تقدیر میکنه خود حضرت، ای فرمان مرحوم عبدالرحیم خان نایب سالار هست به سال 1309 که استاد در قره‌تپه یعنی در ترغوندی است، در کجا بوده؟ ایالت هرات. اینا به صفت نماینده ارتباط خارجه در امور سرحدی تعیین میشن. پیشنهاد مرحوم غلام فاروق خان نایب الحکمه هرات به سال 1317 برای وزارت خود معارف است که ترفیات استاد را پیشنهاد میکنه و از استاد بگه تقدیر باید باشه. فرمان اعطای مدال صداقت است از طرف عبدالغفور سریاور، معاش بخششی برای استاد، نامه آقای انصاری والی هرات، نامه اسماعیل خان مایار والی هرات، نامه ابراهیم عباسی والی هرات، فرمان شامت خان صدر اعظم مبنی بر 40 جریب زمینی که برای استاد اعطا شده از طرف صدارت، نامه خود مرحوم مستغنی صاحب که معاون وزیر دفاع بود، و فرمان اعطای یک قاب ساعت معارف افغانستان به سال 1304 96 سال قبل برای استاد، نامه دیگر جنرال حسین خان پدر ببر کالمن رئیس جمهور افغانستان، نامه استر جنرال خان محمد خان وزیر دفاع افغانستان، نامه سید قاسم رشتی وزیر مالیه. این قسمت کتابار بگم که 2000 عنوان کتابی که شما میبینیم نویسندگان از اینا هراتیان هم که در طی 100 سال نوشته کردن. 2000 عنوان کتاب. بسیار خوب. و یک توضیح بدم که خود از یک افتخار بزرگیه که 2000 جلد کتاب حداقل 1000 تا نویسنده خود نوشته کرده باشن. الحمدلله که ما از این بابت غنیم. بله. خبر تقرر استاد به صفت مدیر مسئول مرستون هرات سال 48، خبر دریافت تقدیرنامه، و این جالب است روزنامه اتفاق اسلام 72 سال قبل، ورود به هرات و محفل در کلوپ ادبی، بزرگان هرات، هیئت رهبری هرات و مشایخ به میدان هوایی میرن که پدرم با مدال طلا به میدان هوایی طیاره پایین بشن و مورد تقدیر و تشویق خود مردم هرات قرار بگیرن. خود از این نشان میده که در امروز زمانی یک افتخار بزرگی بوده که ما از دید خبرنگاری که نگاه کنیم یک ارزش خبری بالایی داشته. می خبر راهنمای سعادت گزینه‌ای از 14 اثر
استاد است که با فروش زمین شامتان صدر اعظم ما تونستیم به زیور چاپ آراسته بکنیم. چرا؟ چون دیگه استاد برای ما میراث به صورت نگذاشته بودن. مکتوب خود وزیر داخل است، ببینیم برای که سال 1333 نو سارالوال هرات شدن رئیس سارالوالی، عکس بزرگان هرات به سال 46 و این عکس جالب است که به سال 1309 91 سال قبل پدرم با آقای شایق و چند تن از ایرادیان که روز تاسیس انجمن ادبی هرات بوده، نامه مرحوم شیخ آصف موسینی قنداری که کتابا خود فرستاده به سال 56 برای پدرم، نامه عنایت سراج وزیر معارف، نامه دکتر نعمت الله پژواک وزیر داخله و نامه همیرا ملکیار سلجوقی همسر علامه سلجوقی خواهر عبدالخان ملکیار پس از فوت استاد برای پدرم می‌نویسه، نامه سرجن خان حنفی قمندان قوای 15 قندهار، نامه غلام سرور ناشر قندوزی که رئیس اسپینزر افغانستان باشه که کاکای فراد دریا میشه، نامه خود تقدیری برای خود استاد از طرف عبدالخان ملکیار، نامه قلمی استاد خلیل‌خان خلیلی از بغداد. این مکتوب وزارت داخله مبنی بر تقاعد استاد تئاتر که پدرم در ایران تاسیس کردن سال 1310، یعنی بنیانگذار تئاتر ایران پدرش به سال 1101 در پلوی علامه سلجوقی که پدرم افتخار و شرف شاگردی بر علامه سلجوقی داشتن و معاونشان بودن، بله پدرم تئاتر نوین ایران ساختن و این مدال هم که اینا داده شده در نتیجه نمایش تعلیم و قدیم و جدید که بوده در هرات در باغ میرزاخان که از طرف امیرالملکان به شان داده شده. نامه سید اسماعیل برخی شخصیت فقیه خود افغانستان به سال 1346 روز سالگرد شاهنشاه ایران بوده بزرگان هرات و دگر جنرال سراج الدین خان قنداری قمندان فرقه هبده هرات سال 56 که همبال گل روز جشن ملیم برشون میده. بیانی پدر به در روز تاسیس سنگ تداب مرستون هرات صدخان ولی با پدرم، نامه معاون وزیر دفاع افغانستان، عکس پدرم در سالن عدالت به عنوان اولین رئیس سارالوالی استیناف، عکس پدرم با بزرگان هرات سال 1327، 72 سال قبل عبدالرحیم خان واحد حمایل گل روز جشن ملیم برشان میده و ای هم مرحوم صدخان ولی بیانی پدرم در مسجد جامع بزرگ هرات سال 56 تصدیق دوران شورای ملی. ای هم شورای ملی اینگونی می نشستن قبلند جلسات از اینا، ای رئیس خود شورای ملی آقای داوی هست، این پدر من نفر روزی که اینا چی شدن، روزی که اینا امو مدال گرفتن و تقدیر شدن. معاون وزیر دفاع افغانستان کریم خان مستغنی با پدرم با بزرگان صد سلام پدرم که 90 سال قبل در مدینه شریف سروده شده که بعد از جامی دومین صد سلام زبان فارسی است، خبر فوت استاد در روزنامه انیس کابل، خبر فوت استاد در روزنامه اتفاق اسلام. و اما آنچه که خیلی در خور اهمیت است برای ما، ازت خواهش بفهمم که در خانه اگر کس است یک حرف بس است. به سال 1300 پدرم به صفت رئیس معارف و آمر تفتیش معارف هستند، به سال 1309 رئیس ارتباط خارجه در تورغوندی، به سال 1324 مدیر صحنه تمثیل پوهنین انداری، به سال 28 نماینده مردم در پارلمان، به سال 31 رئیس نصرات مواد نفت، به سال 33 رئیس سارنوالی استیناف، به سال 44 معاون اطلاعات کلتور، به سال 1340 آمر آرشیو لین غربی و 1310 معاون انجمن ادبی و به 34 هم مدیر مجله ادبی و به 48 هم مدیر مسئول مرستون. 63 سال کار کردن، 7 مدال میگیرن. افتخار ما در است که در این چوکی ها پس از 63 سال خدمت روز فوت پدرم در بانک ملی مجموع دارایی نقدی پدرم 100 افغانی است که بانک ملی تصدیق کرده. 100 افغانی بعد از اموز سال، بعد از 63 سال خدمت در این چوکی ها نقدی دارایی نقدی خود استاد در حساب بانک ملی به عنوان یک سند معتبر تاریخی 100 افغانی است که بانک ملی امضا کرده و ظاهر جان راهین که مدیر بانک بودن آخرین برداشتی که پدرم کردم 100 افغانی را پس انداز بعد از 63 سال خدمت. افغانی تفاوت ببینیم که از کجا تا کجای ما یک زمان چه شخصیت هایی داشتیم. واقعا من شگفت زده شدم با این تاریخ. من مطالعه خیلی سطحی داشتم در مورد مرحوم استاد بهره که امروز خیلی خوشحال شدم که عمیق‌تر فهمیدم با اسناد با مدرک کل حرفایی که جناب آقای بهره زدن کلا با اسناد و مدرک بود که خود از این نشان دهنده صداقت مو دوران بوده و ما چه یک دوران طلایی داشتیم. متاسفانه که در 20 سال پسین حالا از هر کجای وطن که بگین با نام فرهنگی و با نام وکیل پارلمان با نام رئیس عده‌ای بودند که فوق العاده سوء استفاده کردند، زراندوزی کردند، اما شخصیت‌های مانند آقای بهره ما داشتیم که با کمال صداقت بعد از سالیان درازی از خدمتگزاری برای فرهنگ افغانستان و فرهنگ هرات موجودی حساب بانکی اینا بوده 100 افغانی. ما رو همراهی کنیم بخشای دیگر هم میبینیم. خب استاد وارد کدام بخش شده؟ وارد گنجینه هرات باستانی که در قسمت اول کارمندان ارشد دولتی در طی 100 سال، باز هم کارمندان ارشد دولتی در طی 100 سال
آموزگاران معرف در طی 100 سال که اینو نخبگان و چراغان همیشه فروزان خود آسمان معرف هراتند، خوشنویسان، معماران و نقاشان خود هرات در طی 100 سال، شاعران و نویسندگان در قید حیات خود هرات در طی 100 سال، شاعران و نویسندگانی که دیگه با ما نیستن و اینا به لغالا پیوستن در طی 100 سال، شاعران و بزرگان زبان فارسی، دری، همچنین پشتو و ازبکی که قسمت اعظم زیرم از خود هرات تشکیل میده در طی تاریخ دوران زبان فارسی، خوانین و متنفذین خود هرات است که از جمله خود بزرگان با اعتبار خود شهر هستند. سومین گنجینه که شما داریم، گنجینه استاد عبدالعزیز مردان داریم که یک تن از خطاطان معروف خود هرات بود که در قیام 24 هرات شربت شهادت نوشید. به هر حالت ما با فراخوانی که داشتم خطاطان هرات هر کدام اشعار استاد برای خطاطی کردند و در اینجا نمایشگاه دار شده که به نام امو گنجینه استاد مردان این مسمى شده و یادآوری شده. مالی و تابلور تاوری که تماشا میکنیم خیلی زیبا هست. یک معلومات مختصری جناب استاد بدین که بخشا دگرم فرصت بشه ببینیم. فقط در مجموع بگیم که تمام خطاطان هرات، کسانی که در هرات هستند، اینها هر کدام دو تابلور بر ما خطاطی کردن، اشعار استاد و اهدا کردن به گنجینه خود استاد مردان در فرهنگسرای استاد برک. شما بسیار عالی، ان شاء الله تصویرو از اینا رو ما در ادامه شاهد خواهیم بود. یک بخش بسیار جذاب به اینجا گردآوری کردم جناب آقای بهره که من فکر میکنم فوق العاده این بخش جذابه که یک معلوماتی اگر از اینجا شروع کنیم خود شما از این قسمت بریم. خب هیئت رهبری فرهنگسرا که 32 نفر هستند که 25 نفر سند دکترا دارند، این عکس جالب است که 48 سال در سال 1348 در سال 1348 یعنی 53 سال قبل اینها یتیمان خود مرستون هراتن که اینها با لباس وطنی اجرای سرود میکنن و پدر مدیر مسئول خود مرستون وقت بودن. علما و مشایخ هرات، سادات هرات در طی 100 سال، بازم علما و مشایخ خود از سادات هرات است در طی خود 100 سال که اینا هر کدام مایه افتخار تاریخ پرشکوه عرفان ما هستند. علما و بزرگان نامور هرات که در طی خود 100 سال در چوکی های مختلف کار کردند و از مردمان با رسوخ خود هرات هستند. فرماندهان مشهور جهادی هرات از سر امیر اسماعیل خان شروع تا خود زارجان عظیمی و احزاب مختلف جهادی که اینا بودند، اینا بزرگان هرات بودند و هستند. فرماندهان مشهور جهادی که اینا شربت شهادت نوشیدند و اینها دیگه افتخارات از اینا باقی است و خود از اینا رخت سفر بربستند. خوانین و متنفذین خود هرات هستند. بازم خوانین و متنفذین خود هرات که اینا هر کدام مردمان به اصطلاح پادشاهنشین و مردمان با عزت و ثروتمند و در این حال فرهنگدوست خود هرات باشند. جنرالان هرات در طی 120 سال که ما جنرال بس متبهر و بس ارزنده داشتیم که اینا هر کدام مایه افتخار هنمو تاریخ نظام خود افغانستان هستند. حکمرانان هرات یا والیان هرات در طی 100 سال از سال 1300 از شجاع الدوله شروع میشه. پهلوانان هرات که اینا پهلوانهای اصطلاح محلی بسیار مشهور خود هرات بودند. بازاریان هرات که اینا در بازار اینا هر کدام دکان داشتن و الکاسب حبیب الله اینا واقعا خدمت خود مردم کردند. فرماندهان مشهور قومی هرات که اینا هم در بین مردم از یک شهرت خاص برخوردار بودند و اینا هر کدام صدها و به اصطلاح ده ها نفر مسلط داشتند. جوان مردان، عیاران و کاکاها هرات که در خود تاریخ هرات کاکاها از یک جایگاه خاصی دارند که یک وقت سراغاز یرکت تر طایر فوشنجی شروع کرد و 1200 سال قبل با کاکاها هرات داخل خود بغداد شد و امین پسر هارون رشید را بکشت و به اصطلاح برای خود مأمون تقدیم کرد و به عنوان سپه سالار عجم در دودمان خود عباسی ها در حوزه بزرگ خراسان این خدمت کرد و حکومت کرد. نظر به سن و سالی که من دارم، من فقط از کاکاهایی که زنده یاد میدم نثار دکی بود که بلغ الله اکثر شما دیدیم اکثر دیدیم علیان. این گنجینه باز بخش تصاویر مانه که نقاشی شده توسط خود آقای مصور به اصطلاح نقاش و رسام بسیار چیره دست خود فرهنگ سرا که در بخش آموزشی ما و کارگاه های آموزشی هم داره. از سر ملک شعرا عبدالحق بیتاب شروع میشه تا فیض محمد کاتب هزاره تا مرحوم آقای نگزاد الی اخیر جناب کاویس خان توخ و جناب مرحوم آقای شهید و استاد ملنگ جان، معروف ترین شاعر زبان پشتوی افغانستان هست، مرحوم شیخ حسن وثیقی، علامه سلجوقی و الی تا قسمت مرحوم مغفور علامه روزگار حضرت سید محمد عثمان چشتی مودودی که 117 سال عمر کردن و 85 سال مستوی درس دادن. علم علمای افغانستان مولوی صاحب سمیم، جناب مولوی صاحب انبری که شخصیت فرهنگی و با اعتبار این شهر بودن،
جناب استاد تابش، جناب استاد سرخوش، جناب استاد محمد سید مشعل که احیاگر مکتب بهزاد و مؤسس مکتب خود مشعل باشد. شما وارد گنجینه مردم شدن. گنجینه من. بله گنجینه. اهدایی مردم. بله بله. اینجا شما هنرمندان تئاتر و موسیقی بسیار پرشان و شکوه خود هرات را شما ببینیم در طول تاریخ 100 سال. اینجا شما نوازندگان معرف خود هرات را داریم که تنها ما میپردازم به معرفی استاد غلام حیدر خوشخان. نفر اول 100 سال قبل وقتی به اصطلاح ولی هرات یا به اصطلاح حکمران هرات میگن شب او به بیدار خوبی میافتاده با اسب روان میکده به دنبال خود استاد غلام حیدر خوشخان و ای با اسب میامده و تاره داشته به عنوان من وقته که همو خود ولی و خود همون محافظه ها به خواب میرفتن و ای با پس اسب سوار بشد و به اصطلاح چی میکد به سمت خانه میرفت و سالی که شما بینیم آلات موسیقی خود هنرمند است رودی که ما داریم وارد هرات شده 70 سال قبل این کلید در باغ است گفتا قفل و کلید نبوده 100 سال تاریخ داره کلید در باغ کلیدون میگن بسیار عالی خود آرد 100 سال تاریخ داره ظروف نکلی که در خود هرات از استفاده میکردن خوانین این خزانه هرات بوده 150 سال قبل از چرم گو ساخته شده در خود هرات تافته و کرباس و نخسنده که در خود هرات ما لباس خود ما مردم 100 سال قبل داشتیم در خود هرات چی میشده بافته میشده عینک ها و مسئله لوازم ضروری خود مردم هرات است که به گونه‌های مختلف اینا نامگذاری میشه بسیار عالی جناب استاد یک ایده به ذهن میرسید که انشالله به یک برنامه نمیشه آنقدر وسیع هست آنقدر گپ برای گفتن داره که خیلی خیلی زیاد ما انشالله یک بخش ایراد شناسی در چینل خو فعال میکنیم و هفته یک بار مزایم شما میشیم و میپردازیم به یک از این موضوعات خیلی کوتاه در اخیر پیام شما رو مایم بشنوم و خیلی خیلی ممنون که پذیرفتیم و افتخار دادیم در کنار شما باشیم. ما قبل از اینکه پیام داشته باشم دو چیزی بسیار بارزش میخوام یادآوری کنم که در این قسمت شما میبینیم که کفش های دوره های تاریخی خود هرات جمع شده. او کفش های قرص که در خود هرات یک وقت تاریخ داشته در خود افغانستان اون از مرحوم نصار دوکو یا دکو بابا و این کفش دیگه که شما میبینیم که از تایر به اصطلاح تایر موترهای کلان ساخته شده 60 سال این تاریخ داره که با پایتابه که در او شما میبینیم جزء به اصطلاح افتخارات خود تاریخ مردم چی بوده. اینم گنجینه‌ای که ما اخیراً به عنوان نمونه ساختیم از مرحوم پوهان سید محمد عمر شهید است که رئیس دانشگاه هرات یا پانتون هرات بوده کلامدیل از مبارک شما ببینیم عینک از میبینیم قلم رو میبینیم کتاب از میبینیم نمونه خط از میبینیم تسبیح از میبینیم دستمال از میبینیم ابر میبینیم با خود ساعت جی بی کفشا و عصا از اینا این بخش برای هر بزرگ یک کار میکنیم گلیم که از شما ساخت خود هرات میبینیم من فقط پیامی که دارم در این است که این فرهنگ سرا متعلق برای تمام افغان های با عزت است که تاریخ 5000 سال دارن برای کسانی است که قلب از اینا روح از اینا بیاد افغانستان واحد مستقل آباد و توسعه یافته میتپه و من شرف افتخار ازیر دارم که به گونه تنظیم کنیم که در اینجا تعصب نیست در اینجا هر کس خود بد به آینه ببینه که از جایی که فرهنگ به جمعی ارزش ها احتوا میکنه مادی و معنوی به عنوان آغاز حرکت خود فرهنگ سرا جمعوری و گردآوری 1000 تصاویر شخصیت ها بوده که یقینا مورد استقبال و علمو تقدیر صاحب نظران قرار گرفته خیلی ممنون تشکر یک دنیا سپاس انشالله که این حرکت مستدام باشه و من به عنوان خبرنگار حداقل کاری که میتونم بکنم همیشه حامی این فرهنگ سرا خواهم بود و خداوند برای شما عزت بده که تاریخ هرات را هیچ گاهی نمیگذاریم که به فراموشی سپرده بشه. من زمین نزدیک کمال سپاس را دارم چون شما در ابتدا گفتین که وقت بسیار کم است ما تونستیم این مجموعه با سرعت به اصطلاح گویش با سرعت به اصطلاح کلامی به این مرحله برسانیم اگر با سرعت صحبت کردین اگر با تندی صحبت کردین ما پوزش به طلبم و امیدوار هستم که باز به صورت ان شاء الله متناوب در مرحله بعدی ما در خدمت مردم خود باشیم و در به فرهنگ سرا روی هم مردم باز است که با کمال افتخار شرف پذیرایی روزانه چندین نفره در این فرهنگ سرا ما دارد سلامت باشیم تشکر خیلی ممنون از بیننده های گرامی که ما را همراهی کردن وقت شما خوش خدا نگهدار